ظاهرا مافیایی که ما توی تجهیزات پزشکی و دارو داریم از همه مافیا دستش خرید. در زمانی تو من باید ما دست این مافیا رو اشتغال بهترین راه رفع مشکل گرونی و کمبود کالا قطع دست، شکوندن پا، تخلیه چشم، بریدن سر و زبون. فقط ممکنه وقتی رسیدیم به 1400 سال قبل دیگه کسی باقی نمونده باشه جز سری دماغ و گوش و آلت که البته با هم اونا کارهای اصلی راه میفته. الان هم اگه جای مسئولان اروپایی که هر روز زنگ میزنن از نحوه مدیریت ما سوال میکنن آمریکایی‌ها زنگ میزدن این وضعشون نبود. الان تورم در آمریکا که رسانه‌های این کشور آن را افسرده و گسیخته نامیدند خیلی سریع در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. این هم یکی دیگه از دستاوردهای کوانتومی دانشمندان ما در صدا و سیماست که قیمت پراید این سر دنیا تو ایران 200 میلیون رو رد میکنه و برنج میشه کیلویی 120 هزار تومان، اما تورم افسار گسیخته اون سر دنیا آمریکا رو در بر میگیره. اثر پروانه ای که پروانه بال میزنه جای دیگه طوفان میاد، شنیدی؟ به این میگن اثر پرماله ای. وزارت کار آمریکا اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مارس نسبت به 12 ماه قبل 8.5% افزایش داشته است. بدبختای تورم ندیده 8.5%؟ واسه ما که زیر 30% نهایتاً یه ورم سطحی حساب میشه، نه تورم اقتصادی که تازه اونم هیچ کسی زیر بارش نمیره. کلاً این کاخ ریاست جمهوری یه جوری هر کی میره داخلش بوی گندم میندازه گردن نفر قبلی، میگه اونا آب نریختن.